یه راننده تانکر مثل یه آتش نشان همیشه آماده به خدمت در 24 ساعت شبانه روز. گاهن میشه در تابستان به خاطر وقوع آتش سوزی تو جنگل ها و مراتع ما حتی به دوستانمون تو منابع طبیعی هم کمک میکنیم خارج از ساعت آبرسانی به روستا. پنج دستگاه تانکریم تو شهرستان کلاله تقسیم میشن بین روستاها. بعد میریم محل آبگیری، سکوهای آبگیری داریم، از اونجا آب بهداشتی تهیه میکنیم، تو ماشین آبگیری میکنیم و کلورسنجی میکنیم. همه محلهای آبگیری مجهز به دستگاه کلورزن است، کلورزنهای برقی یا گازی. دستگاه به آبی که پمپاژ میشه کلورزنی میکنه. خب ما هم اون کلور اندازه‌گیری میکنیم، اگر نیاز باشه به آب کلور اضافه میکنیم، اگر نیازی هم نباشه در حد نرمال باشه خب مشکلی نیست. کارشناس کنترل کیفی هم چک میکنه از نظر میزان کلور باقی مانده تو آب، بعد یه برنامه بهداشتی به ما میده. تو محل تخلیه هم دوستان بهورز تو هر روستا زحمت تست کلورو میکشن. شهرستان کلاله جزء شهرستان‌های شرقی استان گلستان هست که تو شرق گلستان ما کمبود آب فراوانی داریم. به همین خاطر روستاهای فاقد آب با تانکر به سختی آبرسانی میشه. بر حسب جمعیت ما آبرسانی میکنیم. روستاهایی مثل گچسوی بالا تو تابستون هر روز آبرسانی میشه. فصلهای دیگه بر اساس نیاز. تو زمستون بارندگی بیشتر هست، شرایط آب و هوایی طور میشه بعضی روزا شاید آبرسانی نشه. بسته به نیاز، اونم نیاز باشه، ضرورتی باشه، شورا و دیار تماس میگیرن، ما در خدمتشون هستیم. روستایی که تو شمال شهرستان قرار دارن، محدوده روستای اخچی، گچسو، چالجه، قویجو، قرقاچ، اینا تو مسیرهای کوهستانی هستن. جاده‌اش صعب العبوره. آسفالت حدوداً 7-8 سالی، 10 سالی میشه آسفالت شده. ولی آسفالت سرده، آسفالتش هم شکسته، آسفالت خوبی نداره. از نظر راه خوبی، جاده‌های دسترسی خوبی ندارن. از نظر ساختمان خاک طوریه که یک با کوچکترین بارون گل را میفته میاد تو جاده. مسیرها بعض موقع بسته میشه، بعض موقع مشکل پیش میاد، بارانای سیلاسا میاد، راه رو خراب میکنه. به خاطر اینکه روستا توی شرایط ناهموار واقع شده، امکان اینکه کامیون به کلیه خونه آبرسانی کنه نیست. به همون خاطر دوستان شورا، دهیار تو روستا زحمت توزیع آب رو میکشن. به وسیله تراکتور تو با تانکرهای کوچیکتر حمل میکنن دم خونه روستایی ها. تحویلشون میدن اونجا به نوبت. ارزوم یغسلر یغفا الوان یاسیل بولر دنیای
ay günümdey asuda doğsan şadı hurrem kalır dünya. Tuvi tağsitli tutmalı her ne kulluğun etmeli. Nesilleney nesle yetmeli yoksa kurap kalır dünya. Dağe ay çöllerimizden sular çıktın, tehramlı otlar bitsin ay, tayhan bedep yerin eksin ay, bereketten dolar dünya. Aydır Huday kulu, hakikati söyler dili. Su kadrini bilyen veli, cennet sayı sanır dünya. این رودخونه که الان مشاهده میکنید رودخونه است که قویلدره میگیم ما چون بالا هم یک قناتی داریم همون منطقه قویلدره هست. این بالا دستی روستای گرچیسو بالا قرار گرفته که این الان این رودخونه که الان مشاهده میکنید با یک گود خاص ایجاد شده، این سال به سال افزایش پیدا کرده از طرف ارضی و هم از لحاظ گودیش، به خاطر اینکه خشکسالی ها نمونه از این بارز اینه که این اتفاق رقم خورده. بارندگی های سیلاس های اینجا پیش آمده و کوهستانی بودن این منطقه و این گود شدن این رودخانه ها. هرچند بالاتر و پایین تر بریم به روستا نزدیک میشیم، با وجود این اتفاق این احتمال داره خونه هایی که در نزدیک این رودخانه قرار گرفته احتمال خطرهای پیش بینی نشده رو داره. این الان اداره آبخیزداری میتواند و قبلا هم انجام داده، تقدیر تشکر میکنیم، در این واسه دوباره یک هزینه هایی را انجام بده در هر نقطه‌ای که از این بندهایی که زده بود در منطقه از اینجا چند نقطه را ایجاد کنه، این میتواند تاثیر خوبی داشته باشه در راستای حفظ این زمین هایی که در اطراف این هست و روستایی که هست. این قنات تقریبا قبل از اینکه این آبخیزداری بندهایی که ایجاد کنه، این بندها یک کمک هم در راستای آبرسانی به دامها خیلی کمک خوبی داشت دیگه. در کنار اون قبل از اینکه اینا ایجاد بشه، کردهای منطقه‌ای که از خراسان شمالی می آمدن و ترکمنهای اشعری توی منطقه کلا از همین قنات استفاده میکردن. این قنات حداقل بالای یعنی 30,000 تا گوسفند و در 20,000 تا گاو رو آب میداد اینجا. همچنان هم این آب الان یکم مرمت میشه و اون بررسی شده این قسمت هاش حالا یه حالت کفن گرفته بشه که این گودی پایین نره، دوباره اون آب حد نصابی که نیاز این منطقه شایر هست رو تأمین میکنه. این الان تقریبا چند سالی است که بخاطر اینکه بند هر نقطه نقطه این منطقه ایجاد شده، این دیگه به حال خودش رها شده. در هر صورت این منطقه خود ما داریم استفاده میکنیم. این از پدر بزرگ ما از قدیم الایام، یعنی چندین سال پیش اینو ایجاد کرده، از همینجا همه روستاها آب آشامیدنی برای دام هاشون از اینجا میگرفتن. مکانی که الان قرار گرفتیم در پایین‌تر از روستای اشعری قره‌ترنا گرفته و منتهی به روستای گچسو میشه. این مسیر این رودخانه که الان می‌بینیم رودخانه قویلدره هست. اینجایی که بندی که ایجاد شده بعد از مدتی رسوبگیری شده و این هدف اصلی آبخیزداری این بوده و الان هم این دوباره طغیان رودخانه باز این سیلاسا بودن منطقه دوباره این مسیر را ادامه میده به گچسو. اینجا رو باید لاروبی بشه. این لاروبی این منطقه کمک میکنه به خاطر اینکه سیلاسا بودن منطقه و طغیان سیل دوباره مجدد جلو اون رو بگیره، مجدد در کنار دوباره یک کمکی هم به دامداران انجام میده. یعنی ذخیره آب دوباره انجام میشه مجدد. این ادامش هم میریم پایینتر دوباره از این بند تا باید تو این مسیر ایجاد بشه که اگه ایجاد نشه این طغیان سیل این منطقه مجدد این ادامه این رودخانه رو تخریب میکنه. الان در مسیری واقع شدیم دوباره ادامه همون رودخانه هست که قویلدره که بالاتر رفتیم، اون بندهایی که بالا مشاهده کردیم ادامه همون رودخانه هست که الان اینجا هم داخل روستا هست.
این در دو طرف این رودخانه روستا به هر حال تفکیک شده، در دو منطقه ایجاد شده، بعد درههای مختلفی داره، از اینا هم کلا در به هر حال منطقه کوهسانی است، طغیان سیل داریم، قبل زمستان باشه هر بارانی این سیلی هست. روستای گچسو و روستای مجاور در یک کوهپایه قرار گرفتن با یک طبیعتی بسیار زیبا، با تپه ماورهایی که در بهار واقعا بی نظیر منحصر هست، حتی زمستان هم یه جاذبه خاص خودش داره. در کنار این در کشاورزی دامداری روی آوردن گردشگری هم یک کمک خوبی بوده. و خود روستای گچسو بالا تقریبا بالای 600 نفر ساکن هستند و اصلی شغل اصلی این روستایی ها این منطقه ای که چتر روستای کوهپایه هستن، کلا همشون شغل اصلیشون دامپروری و دامداری و کشاورزی هست و الان تقریبا یه 5-6 سالی هست که روی آوردن به صنعت گردشگری. در راستای صنایع دستی خودشون فعالیت های خوبی داشتن و لبنیات خودشون، کلا یک حرکت خوبی در کنار کشاورزی دامداری رقم خورده. اینه که و خود روستای گشت بالا با دو تا بهورز خانم و آقا داره فعالیت میکنن تو روستا. در رابطه با آب روستایی بحثمون این هست که ما الان در راستای این یک حرکت عظیمی رو انجام دادیم که برخلاف این اقتصاد آبی کشاورزی و دامپروری یه حرکت دیگه انجام میدیم که هم کمک حال به این آب منطقه روستایی باشه، هم آب شرب روستایی، که این شد که خانواده های روستایی را به مسیر صنایع دستی روی آوردیم که فعالیت های خوبی داشته باشن و اقتصاد ورزش افزوده روستامون بره بالا و هم خانواده ها یک حرکت خوبی را در روزمره زندگی اوقات فراغتشون پر بشه. به خاطر همین یه فعالیت های خوبی در راستای صنایع دستی، قالی بافی توی رویکرد خوبی تو روستا داشته که به هر حال کمک شایانی هم در مسیر آب شرب روستایی اینها به روستا داشته. مکانی که الان قرار گرفتیم اقامتگاه بومگردی ترکمن آقای خالد نبی هست که در روستای گچسو واقع شده. این اقامتگاه، این خونه هایی که الان میبینیم، خونه هایی که بعد از یک جانشینی زندگی اشعاری، یک جانشینی این خونه های کاگلیمون ایجاد شده که هر کدوم برای خودش دلایل خاص خودش داره. این خونه هایی که با قد کوتاه هستن و این خونه که الان با بلندی خاص خودش، اینا همشون برای خودشون داستان‌های داره. این مجموعه کلان فعالیتی که اینجا شروع کردیم، این تقریبا 100 نفر ظرفیت داره. تا سال 1394 شروع کردیم فعالیت خودمون رو، حالا قبلتر بود ولی حالا یکم رسمی‌ترش از اون زمان شروع شد و با مجوز رسمی اداره کل میراث فرهنگی. و تلاششون برای این بوده که یک اقتصاد نوینی را در روستا در کنار کشاورزی دامداری، با وجود اینکه تهدیدات خشکسالی‌ها هست، یکم رویکرد اونو گفتیم تغییر بدیم که به هر حال مشکلاتی مواجه نشیم. ما الان رسیدیم به مجموعه زیارتی گردشگری سیاحتی خالد نبی، که الان خالد نبی تقریبا 42 سال قبل از پیامبر اسلام مبلغ دین عیسی مسیح بوده و دو آرامگاه دیگر در کنار این حضرت قرار گرفته. عالم بابا یک از آرامگاه‌هایی است که پدر همسر حضرت خالد نبی و چوپاناتا یک از یاران با وفای این حضرت بوده. چوپاناتا چون به خاطر اینکه جاذبه منحصری داره با هزار دره شمالی که الان می‌بینید، این یک جاذبه ویژه‌ای رو ایجاد کرده.
خاله‌نوی با خود روستای گردشگری گچی سوی بالا تقریبا 7 کیلومتر و نیم فاصله داره و از یه قسمت دیگه 2 کیلومتر و نیم فاصله داره. این الان چند نقطه هم که در ما بین این مسیرها قرار گرفته، در دل تپه ماورها به عنوان مسیر کوهنوردی با حداقل نیم ساعت 20 دقیقه میشه از روستا بیای این قسمت پیاده روی کنی. و این مجموعه زیارتی خالد نبی با این جاذبه هایی که داره از لحاظ زیارتی معنوی و گردشگری که این منطقه حاکم هست، کلیه روستاهای این منطقه همه دست در دست هم دادن، از این ظرفیت با تمام قوت استفاده کردن و در کنار کشاورزی دامداری که با این همه سالها خشکسالی ها تهدید می کرده، در کنار این از ظرفیت صنعت گردشگری با این ظرفیت زیارتگاه خالد نبی استفاده کردن و این اشتغال پایدار در سطح استان گلستان را فرا گرفت. یاد ولن خوب محلر اول خون مال کویلری مسیدی بر یان واردر آو تولی ایلری خاطوش میسین تطر انگور انارلی بالری بلم داغن باشن خوشیتر خالت نوی حالت زانن یتن یری اول بلم داغ باشدر آلم باوا چوفن تا برادر یول شدر ابو بکر عمر عثمان آل شیردن بوشدر کوینلردن بر نشانا یادگار خالق نبی او سغ طرفدن ایلنب چاقتن قزق یولن سنن بیر گون بیر خضر دندان اقر چایم سنن یک چشمن آرسن وطنم زایم سنن یادگار بولسن تانا ریارت خالق نبی. اقلیم‌های متفاوتی رو تو شهرستان داریم، یعنی هم کوهستان داریم که جنوب شهرستان رشته کوههای البرز رو داریم، بافت جنگلی متراکم و سرسبزی رو داریم، بعد میایم جلوتر حالت دشت رو داریم که در واقع توی اون مزارع در حال حاضر شالی می‌کارن و گندم کشت میشه. برشاد حضورتون میایم قسمت شمال که حالت کویری تپه ماهور رو داریم، یعنی اقلیم‌های متفاوتی تو شهرستان داریم. ولی موزل اصلی ما بحث بحران آب همونجوری که توی همه کشور هست و توی خاورمیانه وجود داره، توی شهرستان کهل این مشکل به شدت دیده میشه. استان گلستان استانیه که کشت شالی ممنوعه. اگر دوستان ما تو بالادست کشت شالی رو انجام ندن، قطعا روستای پایین دست مشکل آب شرب کمتری مواجه میشن. نیازی که دوستان عزیزان ما توی پایین دست و حتی بالادست، جایی که ما چشمه داریم، توی بحث کشت شالی و مدیریت مصرف آب به ما کمک بکنن، قطعا کمک مردم خیلی به شرکت آب فاضلاب روستایی توی خدمات رسانی بهتر هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی کمک میکنه و ما نیاز داریم به کمک همه عزیزان. یه سبک ذخیره آبی هست که در روستاهایی که دورتر از شهر واقع شده و آب بدون لوله‌کشی از آب شهر و روستایی، این هم یه نوعی هست که خود روستاها هم همت کردن با سقفی که ایجاد کردن، با سقف حلفی شیربونی و خونهایی که الان تازه جدید ساخته شده به این سقف پیاده میشه. سقفش این به این صورت پیش میاد و آب انباری هم که ایجاد میشه، این آب هم به این سقف میاد، اینجا ذخیره میشه. الان نگاه کن این لوله‌کشی میاد به اینجا و احتمال الان بهداشتش هم سوال پیش میاد دیگه. این الان لوله ها به این سقف بیرون گذاشته میشه موقعی که بارندگی نیست. ما الان دارم آزمایشی دارم نشان میدیم. اینا رو کلاهی پلاستیک داره خاص خودش داره، در پای داره، پوشیده میشه، همینجوری نگه میداره. بارندگی که میاد کل سقف این رو به هر حال گردخاک احتمال هست که روستای اینا رو شستشو میکنه داخل لوله ها رو، بعد از مدت این رو در میارن، دور روپوش اینو میارن داخل این که به این صورت که این آب دوباره ذخیره بشه داخل آب انبار. آب انبارهایی که با مترژ های بزرگ حتی 10,000 15,000 25,000 لیتری اینو ایجاد میکنن، این آب الان داره ذخیره میشه خود آب انبار. این الان زمستان بارندگی زیاد هست، آب انبار اکثرا پر میشه و
در کنار این که دوباره اداره آب روستایی شهرستان داره تلاش میکنه شبان روزی به این منطقه آب شور روستایی رو تامین کنه، این آب انبارا هر خانوار دو تا داره، هم اون آب این آب با هم داره زخم، هم یک کمکی هم روستایی میکنن که در راستای هم صرفه جویی، هم به هر حال وسعت روستاها خیلی زیاده. در کنار همین که این دوتا بول گفتنی حالا در حالت شهرکی میاد یک کمک حال هم خانواده میشه این آب شرب خوردن رو. الان آب انبارایی که الان میبینید یه نمونش هم به این صورت الان قبلا استفاده میشد که از آز سطلی کلا با این سطل رو پر میکردن، تقریبا تا 4-5 سال پیش اکثر اینجوری بوده، با این صورت آب میگرفتن میبردن برای آب شربی که میخواستن استفاده کنن. الان چون کلا لوله کشی جا شده یکم تکنولوژی، آمدن خونه ها رو دینام با دینام لوله کشی کردن و این به این صورت حالا نمونش الان میخوایم بگیم که این کفکش است، ولی در اون صورت که میان دینام لوله کشی شده به خونه ها وصل میشه. برای خیلی سواله چون برای منطقه گردشگری هست که دوستان میان که میگیم آب انبار ذخیره میکنیم آب را، برایشون خیلی غیر قابل توجیهه که واقعا دارن این خودش هم برای ما یک جاذبه هم شده، در کنار اینکه برای ما ذخیره آب هم انجام میده یک جاذبه هم شده، در راستای اقتصاد روستا هم کمک شایانی داشت. سلام حاج ناصر، خدا قوت. سلام، خسته نباشی. چیکار میکنی؟ میخوام آبی انارا، میخوام آب بدم دیگه. آه درست، پس شیربونی هم کمک کرده، تانکرم پره. تانکرم آره. خب بفرما بریم، منم یک ببینم چی کار میکنی؟ این شیلنگا رو میبرم. آه، اونجا برنام توت. با انار. خب، پس انارم که فکر کنم بارش خیلی خوب بوده. این زمین حدود 2000 متر زمین هست، قبلا هم اینجاش خرابی بوده، با زحمت و هماهنگی با آقای دهیار و شورا اینا اینجا شروع کردیم با هماهنگی. من میخواستم گفتم بهشون، گفتم اینجا یه انار بکارم، درخت میخوام، فضای سب هم وسط روستا هم زمین خرابه، اینجا یه رودخانه هست یه خورده چشمه هم هست، از اینا گفتم حیف استفاده کنم، هم کنار جاده هست اینا رو. من گفتم یه انار درخت خوب بکارم، گفتم اینا گفتم باش ما هم پشت میبارم، باید اینکه من یه حرکاتی بکنم چه انشالله یه جای خوب برسیم. بعد اینجا شروع کردم انشالله دیگه، اینجا یه دو سال شده الان این درخت رو من انار نهالش آوردم کاشتم اینجا، بعد الان اینم دومین سال اینم انار هستی که بعد از اینجا یه کفکش گرفتم، از برقم هست، این آبم هست، تا برج 12 تا برج 3 هم میاد اینجا، از رودخانه ها میاد، بارندگی هم هرچه بیشتر بیاد از اون استفاده کردم تا این به این نتیجه من رسیدم. بعد این تانکرم هست، هر وقت کم آوردم آب ذخیره میکنم از تانکر آبم، بعد بعضی وقتا دیگه از این استفاده میکنم تا تابستان بعد دیگه مشکل آبم خیلی مشکل میش بیاد، آب خیلی کم میاد. ما اینجا یه تانکر داریم، بعد آبم بر داریم، اینا رو کلا دیگه لوله کشی میکنم بالا دامداریمون هست، بالا خونه ها هست، اینا رو جمع میکنیم بعد ذخیره نگه میدارن تا هر وقتی که تابستان کم آوردیم از اینا استفاده میکنیم. ما ما الان دامداریمون هستیم که این مجموعه دامداری هم در کنار برادرامون با هم 4 نفره در کنار هم یک وحدتی ایجاد کردیم که در راستای نگهداری دامداریمون و حتی زمین‌های کشاورزیمون که فعالیتی داریم انجام میدیم با هم. تقریبا 7 تا اسب داریم و چون اسب هر چقدر زیاد باشه یکم نگه داشتنش هم سخته و در کنار اون همجوار روستاییانمون هم داره، با هم لینک میشیم و مسافرانمون رو هدایت میکنیم با هم دیگه با همدلی خودمون. و دام سبکمون هم تقریبا نزدیک 300 رسته دام سبک داریم و در کنار این هم یک رویکرد دیگه هم هست که پشم گوسفندا رو به عنوان یک صنعت
جدید داریم دوباره، چون به هر حال یکم فاصله گرفته بود، خانم ها دوران این زنده کردن، این پشما رو جمع آوری میکنن، به هر حال یکم بی ارزش شده بود، دوباره با ورود این صنعت گردشگری این هم جایگاه خودش رو پیدا کرد و فعالیت های خوبی در ناصر از لحاظ نمد مالی، تولیدات مختلفی که در راستای صنایع دستی ایجاد میشه از این استفاده میکنه، از جمله قالی که الان تو روستاها واقعا حرفه ای خانم های روستایی هست، از این پشما دارن نهایت استفاده میبرن. بعدم توی روستا خانم هایی هست که سن بالا هستن، اینها از قدیم الایام با همین نمدها رزق روزیشون رو گذروندن، برای عادت شده براشون، هیچ وقت ازشون فاصله نگرفته. به خاطر همین الان تو روستا داریم خانم هایی رو داریم که از این تولیدات نمد با شکل‌های متفاوت، با اندازه‌های متفاوت داره تولید می‌کنه و درست می‌کنه. حتی بومی‌های محلی و شهرستان هم دارن از این نمد استفاده می‌کنن. یکی از بندهایی که دوباره در روستای گشتوبالا هست که این هم نمونه از اون بندها هست که بخاطر اینکه اداره آبپزشکی شهرستان کلاله تقریبا 10 تا بند را در روستای گشتوبالا ایجاد کرد، دوباره چند نقطه داریم پیشنهاد دادیم بهشون که این بندها یکی از نعمتهایی بود که برای اشایران این منطقه که نهایت استفاده ازشون میبرن، چون به هر حال این منطقه حاصلخیزی نیست از لحاظ آب برای دامدارشون. این بند هم به خاطر رسوبگیری هست، هم میتونه قبل اینکه تا رسوب گیری بشه حداقل 6 سال یک ذخیره آبی داره برای دامداران این منطقه، و بعد اینکه رسوب گیری میشه پر میشه، بعد ذخیره آبی هم صورت نمیگیره، این یک حالت خاک خودش آماده میشه برای برداشت. بعد اون کسایی که در روستا دوباره دارن فعالیت میکنن در باغهای مختلفی، انار، زیتون، از این خاک میبرن استفاده میکنن، از لحاظ کارشناسی یک خاک واقعا بی‌نظیر است که برای کشاورزی. دوباره در کنار این الان دامدارها دارن هر روز حداقل 10-15 تانکر آب انجام میبرن، تانکرهایی که الان داره مشاهده میکنید از این نمونه. بعد این بند تا تقریبا 6 سال عمرشه ذخیره آب نگه میداره، بعد از تقریبا 6 سال چون به هر حال در راهی پهناوری قرار گرفته پشت این بندها، سریع رطوبگیری میشه بعد از 6 سال، اینکه دوباره باید یه جای دیگه ایجاد بشه. مردم هم دارن فعالیت میکنن چون خوشحال هستن به خاطر اینکه چون منطقه ما آبهای آنچنانی نداره و هرچند چشمه داریم، چشمه‌هایی که به هر حال آنچنان آبی نداره که برای دام‌های این منطقه، دام‌های کوچک تقریبا 10,000 تا دام کوچک داره، حداقل بالای 5,000-6,000 تا دام‌های سنگین داره، به خاطر همون این کفایت نمی‌کنه. مردم هم دارن تمام تلاششون می‌کنن، نه اینکه میتونن جلوی رسوب‌گیری رو بگیرن، ولی میتونن که در راستای حفظ این بندها، یا یه خدای نکرده از سرریزا یکم حاشیه‌شون خراب بشه، دوباره اطلاع رسانی می‌کنن، خودشون پای کار میان، از اون خاک‌هایی که کارشناس قبلی انجام داده تلاش میکنه که این بند ها حفظ بشه و دارن نهایت استفاده از این میبرن. استان ما مناطقی رو داره که سیلاب های مهیب و وحشتناکی میاد که سابقه طولانی هم داره. از سال 80 ما چندین سیلی که خیلی از هموطنان ما داخل این سیلاب ها دچار خسارت و فقدان شدن، حتی ما خسارت جانی داشتیم و بیش از 500 نفر تو این سیل‌ها از بین رفتن. با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخانداری در این مناطق که بالا دست‌ها هست، تونستیم بخشی از این خسارت‌ها رو کاهش بدیم و در سال‌های اخیر ما نگران باران حتی شدید در خیلی از سرشاخه‌ها ما که کار آبخیزداری رو انجام دادیم نیستیم، چرا که منتظریم که این باران‌ها بیاد، این مخازن پر بشه و تغذیه سهراب‌های زیرزمینی برسه.